اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک میپرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. در این روزگار که همه چیز وارونه به نظر می رسد، شاید بتوان گفت که اندک اندک جمع مستان می روند. مستانی که از عشق به وطن و مردم همگاه در راه خدمت و سازندگی کوشیدند و به راستی که عاشق بودند و عشق را جلوه‌گر شدند. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمی شه، یعنی تموم زندگیت تو آتیش عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. ما که عمرمونو پای عاشقی دادیم، ما زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی. تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، بنیانگذار باشگاه ورزشی تاج و مؤسس بسیاری از ساختمان‌ها و امکانات ورزشی، در 50 سال پیش یک شنبه 18 مرداد سال 1394 در شهر لندن زندگی رو وداع گفت تا ورزش ایران یکی از یاران بزرگ و فراموش نشدنی خود را از دست بدهد. پرویز خسروانی سال 1301 و در شهرستان محلات متولد شد. او آخرین فرزند یک خانواده 7 نفری و صاحب ثروت بود. تحت آغاری خانواده ارباب محمد هاشم خسروانی پدرم بودم که ایشون یکی از مزدوران بزرگ ایران در تمام طول سالها بوده و خیلی از خانواده خودشم از دست داد، کشته شدن، ولی اون برای حفظ ایران می جنگید و بعدا این اتفاق افتاد. من مادرم دلش میخواست که من ورزشکار بشم و من گفت چه برو باشگاه درست کن. من گفتم من جایی رو ندم، یه ارباب مهربان هست، یه زمین خوبی داره، اینا میتونم ازش اجاره کنم. گفت برو بخر ازش. گفتم اون نمیفروشه فعلا. من در اونجا رو گرفتم، باشگاه خوب مدرنی در خیابان ایران شهر درست کردم و خیلی هم گرفت. در 18 رشته ورزشی، کشتی، والیبال، بسکتبال، تمام بهترین بازیکنهای خوبه که هر جور و هر قیمتی هم که شده بود آوردم. پرویز خسروانی ورزش رو با دوچرخه سواری آغاز کرد و عشق به ورزش تا اونجا بالا گرفت که بزرگترین و پر امکانات ترین باشگاه ورزشی ایران را بنیان گذاشت. تیمسار سپهبد خسروانی اصلا به وجود آمدن کلوپ دوچرخه سواران از اینجا شروع شد که این دانشجوی دبیرستان نظام بود، یه روز با دوچرخه از خیابون کاخ رد می شده، همون موقع ولیعهد با ماشین از سر خیابون که رد می شده با این تصادف میکنه و این زخمی میشه، میبرنش داخل کاخ و آقای آتابای که پدر آتابای بزرگ همه کار دربار بود اینو پانسمان میکنن و ولیعهد ناراحت میشه و میگه که برای این بچه جوان یه دوچرخه بخری و اینو میبرن به خونش میرسونن و همین انگیزه میشه که باشگاه دوچرخه تصمیم میگیره که باشگاهی درست کنه، چون مادرش هم علاقه من بوده که این تو راه ورزش بره و چون اینا از خانواده های متمول محلات بودن بهش میگه هر کاری دلت میخواد بکن و میگه میخوام یه باشگاهی تأسیس کنم به نام دوچرخه سواران و شروع باشگاه دوچرخه سواران از اینجا شروع میشه. 4 مهر ماه سال 1324 پرویز خسروانی، قهرمان دوچرخه سواری وقت کشور، باشگاه دوچرخه سواران را پایه‌گذاری کرد و استقبال بیش از حد ورزشکاران و ورزش دوستان از این باشگاه باعث گردید تا مدتی بعد با تغییر نام به تاج و سپس سازمان فرهنگی ورزشی تاج
به صورت بزرگترین سازمان ورزشی فرهنگی آسیا درآید. من دو شخص سواران بودم اول. چرا شد تاج؟ برای اینکه رفتیم قهرمانا رو بردم پیش اعلیحضرت. اعلیحضرت دو شخص سواران با فوتبال رو چه چیزی داره؟ یه دفعه آقای چیز کاپیدن اون آقای خاتم محمد خاتم کاپیدن اعلیحضرتم بود گفتش که قربان اجازه بذاریم بذاریم تاج. تیمسار خسروانی بدون شک نقش ارزنده و استثنایی در شکل‌گیری ورزش نوین و ورزشگاه امروزی در سرزمین ما داشت و باشگاه تاج را در همان هنگام تأسیس با استانداردهای جهانی به راه انداخت که در خاورمیانه باشگاهی نمونه و مثال زدنی بود. خسروانی خود ورزشگاهی در قد و قواره قهرمانان بود و وقتی باشگاه تاج را بنا نهاد تمام سرمایه و ثروت خانوادگی را به پای ورزش ریخت و سپس از حضور خود در دولت و حکومت نیز نهایت بهره را برای یاری به ورزش گرفت. خود من علاقه داشتم که باشگاه من باید صداش بیاد به خارج جوانان را تحریک کنه برای ورزش کردن. خسروانی 40 سال پیش به گونه مستقیم و مسئولانه در ورزش ایران حاضر بود و در دوره نیز ریاست سازمان تربیت بدنی رو به عهده داشت که در آن دوران چند اتفاق مهم رو داد و همین حوادث باعث شد تا مخالفانی پیدا کند. پرویز خسروانی در مقام رئیس ورزش ایران و مؤسس باشگاه تاج نمیتوانست عموم صاحبان باشگاه کشور را به سوی خود جلب کند چرا که او برای بسیار یک رقیب قدیمی به شمار می آمد و هرگز باشگاه دارا نمیتوانستند خسروانی را بدور از آن رقابت ببینند. این رقابت قدیمی به هنگام ریاست خسروانی در سازمان ورزش خواسته یا ناخواسته تبدیل به بغض و به نوعی کینه شد و در این رهگذر تعطیلی باشگاهی چون تهران جوان دارایی همون نقطه اختلاف و انتقاد را آشکارا رقم زد تا برای همیشه شماری از باشگاه ها رو در دوی خسروانی قرار بگیرند. دو تا باشگاه که بیشتر مهمتر از نه یک سه تا بود دیگه باشگاه شاهین بود تهران جوان بود و دارایی بقیه حالا زیاد اون موقع ما البته بعدا عقاب اومده این حرفا مثلا ولی این با این سه تا بیشتر بود البته زنده یاد مروتی هم بعدا که اومد همینجور اشکال پیدا شد و با این سه چهار تا همیشه تیمسار مشکل داشت و اونا میخواستن که سهم داشته باشن از سازمان تربیتی و فکر میکردن که تیمسار بیشتر استفاده میکنه از امکانات سازمان. باشو از اینجا شروع شد که زمانی بود که زنده یاد حسین سرودی رئیس فدراسیون بود ایشون اصولاً با خسروانی همیشه درگیری داشتیم با تیمسار خسروانی سرودی بنابراین هیچ وابستگی نداشت که بگیم که اینو وابستگی داشتن برنامه ریزی شده بوده. آقای خاجنوری به جای دکتر اکرامی اومده بود باشگاه رو میگردون ایشون زیاد تجربه‌ای نداشت که در چه وضعی ورزش ایران روزی که بازی تهران جوان با تیم شاهین بازی بود تهران جوانی ها زده بودن تیم گلو بعد گویا به گوش ایشون رسونده بودن افرادی که این بازیکنان تهران جوان یکی دو تا بازیکنی دارن که محرومن یا اینکه میشه ازش اعتراض کنیم و ما برنده بشیم. اینم بدون اطلاع رفتش جایگاه بالا برای که اونجا نشسته بودن سرودی بالا بود با اعضای فدراسیون و دوستانشون اونجا بالا بود ایشون رفت اونجا و شروع کرد به اینکه آقا این تیم تهران جوان که داره بازی میکنه یاری داره که مورد اعتراض ماست. سرودی گفتش که آقا جان شما اگر اعتراضی دارین بنویسین در کمیته فنی ما رسیدگی میشه اگر اعتراضتون واقع بود تیمو محروم میکنیم ولی الان که من کاری نمیتونم بکنم وسط بازی باید اطلاعاتی داشته باشیم سوابق رو پیدا کنیم به این سادگی نه. گفت نه آقا شما باید از همین الان باید این کارو بکنید وگرنه دیر میشه چی میشه بعد اصلا شما کی اصلا اومده شما رئیس فدراسیون کرد خب دعوا شد و فلان اونم گفت آقا علازاد من رئیس فدراسیون گفت نه خیر مثلا این مردم واسه شما رو قبول بکنن اونم محکم زد تو گوش آقای چیز خاجنوری. این مسئله باعث شد که سرهنگ سرودی رفت چیز کرد یه دونه به حساب برای این مسئله متن تهیه کرد داد به رئیس سازمان. رئیس سازمان زنده یاد قرقزلو بود. قرقزلو خودش عضو باشگاه شاهین بود در اون موقع اصلا خسروانی رئیس باشگاه بود کاری نبود که بخواد باشگاه بتونه چیز کنه. ضمن خود خسروانی با آقای قدیم با آقای قرقزلو اختلاف داشتن بنابراین اینجوری نبود که بگیم حالا اینا دوست بودن رفیق بودن فلان. خود باشگاه شاهین آقای بیشتر
تقصیر چیز شد آقای خواجه نوری شدی که این کار انجام داد. خسروانی در اون موقع که 28 مرداد میخواست شروع بشه 27 اون موقع خسروانی زندان دژبان بودش، بنابراین نمیتونست در دستگیری مصدق بیاد فعالیت کنه. بعد از 28 مرداد خب مثلا فرداش مثلا این آزاد شدن، توجه فرمودید؟ ولی من تا حالا نشنیدم که تیمسار خسروانی جزء کسانی بوده که رفته خونه مصدق مثلا مصدق رو خراب کرده. بله 9 اسفند با چند تا از باشگاه هارترسا و نمیدونم آقای جانانپور زنده جانانپور برد 9 اسفند اونجا رفت، بله، ولی در دستگیری مصدق و نما خسروانی کار بود، جزء 28 مردادیا بوده. بله سران این باشگاه‌ها با وجود آن اختلاف‌های پیدا در زمان ریاست خسروانی در ورزش کشور، جملگی در خدمت رشد و پیشرفت ورزش و جوانان بودند و بزرگترین ویژگی آن مدیران عاشق و دلسوز این بود که تمام هست و نیست خود را به پای ورزش ریختند و هرگز همچون امروز به دنبال چپابول و غارت سرمایه‌های ملت نبودند. در این خصوص باید گفت که دوران ریاست خسروانی بر ورزش ایران سوای آن اتفاق‌های ناخوشایند در تعطیلی چند باشگاه از جمله سالهای سازندگی و شکوفایی در ورزش کشور بوده و ورزشگاهی در این زمان پیشکش اهالی ورزش شد که هنوز هم که هنوزه برای جوانان ایران محلی برای آموزش و پرورش است. علاوه بر این امکانات قابل توجه در جنوب تهران باید از نقش بزرگ خسروانی در بنای ورزشگاه بزرگ 100,000 نفری آریامر آزادی فعلی گفت و وقتی فرمان را از محمد رضا شاه دریافت کرد قول داد ظرف یک سال این ورزشگاه بی‌نظیر در خاورمیانه را تحویل دهد که به واقع تلاش و کوشش شبانه‌روزی خسروانی فراموش نشدنی و امکان‌ناپذیر است. خوبی از شادیان اینا که نمیتونن درست کنن، هر چی ما بهشان دادیم خرابکاری کردن. هویدا هم گفت جوری خود هویدا علیزاد که استادیوم رو بخواهن درست کنن کنن قربان هم بفر به باقیش با من گفتن چه چند وقتی میریم؟ گفتن من قول بیدم یه سال نشه کمتر بشه. تیمسار خسروانی از نظر پیگیری که این استادیوم ساخته بشه و به پایان برسه خیلی 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 جدی دنبال قضیه بود، مرتبا سرکشی میکرد به عملیات ساختمانی برای درست شدن این استادیوم و ساختمون این استادیوم خیلی زحمت کشید. مجموعه ورزشی آریامر را جمهوری اسلامی مثل همه نام‌های دیگر با تزویر و فریب تغییر داد و نام آزادی را بر این مجموعه نهاد، همان آزادی که هیچگاه در رژیم اسلامی وجود خارجی نداشته و ملت ایران گرفتار بزرگترین دیکتاتوری در این 37 سال بوده است. شخصیت و اندیشه‌های بزرگ و سازنده خسروانی در ورزش ایران را شاید بتوان در یک قیاس معالفارق با رضا شاه بزرگ در سرزمین ایران دنبال کرد که به راستی خسروانی نیز در زمینه ورزش پیرو راستین پادشاه بزرگ ایران بود، چرا که خسروانی همگاه به دنبال ایجاد هر چه بیشتر امکانات و بناهای گسترده برای ورزش بود. به دلیل شغل من الان، چون من خودم کار مربیگری میکنم و این عادت رو داشتم که به کشورهای خیلی کشورهای مسافرت بکنم، مثل انگلیس، مثل آلمان، مثل هلند و برزیل، واقعا من این چیز، من یه چیزیه که اول من برای تاج بازی کردم، این چیزی که باعث افتخار منه، چیزایی که من الان در بعضی یعنی باشگاه‌های پروفشنال دنیا می‌بینم مثل آرسنال و آژاکس و منچستر یونایتد، این یک چیزاییه که حدود 30-40 سال پیش ما در ایران در باشگاه تاج داشتیم. واقعا من الان وقتی که به اون عقب برمیگردم و فکر می‌کنم و نگاه می‌کنم، ما 50 سال پیش اون قدرت دید تیمسار خسروانی رو که من الان مقایسه میکنم، ما 30-40 سال پیش چیزهایی رو داشتیم که الان من در باشگاه منچستر یونایتد و آژاکس و چلسی دارم میبینم. شورش و طوفان ویرانگر 22 بهمن سال 57 همان زمانی بود که باید تمام بزرگان و عاشقان ایران از میان برداشته میشدن که تیمسار خسروانی نیز در این فهرست دشمنان سرزمین ما وجود داشت. حالا آن مخالفان خسروانی که موافق سلطنت نبودند، همراه با آن مذهبی‌های وابسته در به در به دنبال بنیانگذار باشگاه تاج بودند تا تیغ انتقام را بر گردن این مرد بزرگ بگذارند، که در این حال اما یارانی به کمک خسروانی آمدند و به شکل باور نکردنی جان این خدمتگزار ورزش ایران را نجات دادند.
تشقیمان آویزان به مذهب به خانه خسروانی ریختن و تیمسار پیش از ورود جلادان به بالای درخت رفته بود و از آن بالا به انقلابی ها می نگریست که به واقع پنهان ماندن او را در بالای درخت تصور نمی کردن. این گونه شد که تیمسار خسروانی از چنگال قدار بندها رهایی یافت و هست و نیست خود را در سرزمین مادری گذاشت و به خارج گریخت. آنان که این مرد بزرگ را دزد و غارتگر بیت‌المال خواندند و او را خائن به ایران برشمردند، همانهایی که در دوران بعدی به آلاف و الوف در داخل و خارج رسیدند، ذره وجدان انصاف نداشتند تا بگویند که خسروانی بدون هیچ پولی به انگلیس رسید و از همان آغاز ناگزیر به دریافت کمک‌های دولتی شد تا زندگی را ادامه دهد. تیمسار بعدی که از ایران خارج شد، یه چیزی حدود نزدیک دو ماه پاریس بود، بعد اومد لندن. عدت لندنش هم این بود که چند سال قبلش یک خونه به اسم یاسمن برای دخترش که اومده بود اینجا تحصیل بکنه خریده بود. این بزرگترین شانسی بود که تیمسار آورد و اینجا هیچ کسی غیر از من و آقای امیر سلیمانی نبود که ایشونو به صدا از نظر خصوصیات و شخصی بشناسه. اینا من یادمه که در چند باری که مهمانش کردم آمد خانه ما، تیمسار فقط تونسته بود با خود 4-5 تا سکه پهلوی بیاره بیرون. در کمال تنگدستی تیمسار اومد اینجا، ولی همیشه با اون همتی که داشت، ماشاءالله شیک پوشید، خوب زندگی کرد. منظورم این نیستش که به اصطلاح با درآمد خوب زندگی کرد. شانسی که آورد این بود چون اون خونه مال به اصطلاح دخترش بود، تونست اونجا اقامت بکنه تا زمانی که بعد دخترش اومد و خونه رو فروخت و همیشه از کمک‌های دولتی استفاده می‌کرد. ولی با آبرو و خیلی سربلند و همیشه شیک، تمام کسایی که تیمسار رو تو خیابون می‌دیدن می‌دیدن که واقعا همه‌شون می‌گفتن که تیمسار خسروانی واقعا نشان داده که یه دونه تیمسار، یه آدم با کلاس، یه آدم با شخصیت و همه دوستش داشتن و بهش احترام می‌ذاشتن و هیچ موقع گله‌گذاری نکردن. و واقعا جای تأسفه که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی از تمام امکانات و سرمایه‌هایی که به اصطلاح تیمسار خسروانی داشت اونجا هیچ گونه به اصطلاح بهش امکانات نداد و حتی موقع بازنشستگی مال ارتشش هم بهش ندادن و ایشون در کمال تنگدستی ولی با آبرو و حیثیت واقعا تونستن تو لندن یه موقعیتی برای خودشون به اصطلاح قابل احترام همه بودن. خسروانی در چند سال گذشته و با گام گذاشتن به نهمین دهه زندگانیش، کهولت سن رو بر جسم خود حاکم دید و راه رفتن برای مرد آشنای ورزش ما میسر و ممکن نبود. در این احوال اما بانوی نازنین خسروانی نه تنها پرستار همیشگی همسر بود، بلکه همچون پروانه‌ای گرد شمع وجود مردی میگشت که لحظه به لحظه رو به خاموشی میرفت. والا من 20 سال همسر تیمسار خسروانی بودم و به وجودش همیشه افتخار کردم. مرد بزرگی بود، مورد احترام جامعه ایرانی و من خودم شخصا خیلی براش احترام قائل بودم، غیر از اینکه خیلی هم دوستش داشتم. و در طول این 20 سال اگرچه ایشون خوب از لحاظ سلامتی یه مقدار کسالت پیدا می‌کردن مواقع مختلف، ولی با اون عشق و علاقه‌ای که به این مرد داشتم همیشه مثل موجه چشمم ازش مراقبت کردم، دوستش داشتم، با قلبم این کارو کردم و خوشحالم وجدانم انقدر راحته برای اینکه بیشتر از اون چه که هر کس دیگه‌ای میتونست به همسرش کمک کنه دور و برش باشه، من این کارو صادقانه عاشقانه براش انجام دادم و تا آخرین روز در کنارش بودم. و این 4 ماه اخیر که ایشون بستری بود، 4 ماه تمام، یعنی از 9 آوریل تا 9 آگست که شمع وجودش خاموش شد، من در کنارش بودم. روزی حداقل 2 بار میرفتم بیمارستان، چند ساعت پیشش بودم و این بود که من همسر عزیزم رو اینگونه از دست دادم و قلبم واقعا شکست. خسروانی با وجود این همه ناسپاسی از این سوانسو هرگز از ایران ایرانی جدا نشد و لحظه از آنچه که بر مردم به خاک نشسته ایران میگذشت بیخبر نبود. او عاشق ایران بود و برای بازگشت به وطن لحظه شماری میکرد و بزرگترین آرزوی مرد شرافتمند حضور دوباره در ورزش سرزمین خود بود. من عاشق تاجم.
وقتی اونا نمیذاره من تاج رو ببینم یا باشه استقلال بینم درخه دو شخص سواران رو بینم همه با هم هم من آرزویم روزی ببینم وطنم یه ایران واقعی باشه فادم بتونه تو وطن زندگی کنه همچی که به دنیا اومده من زندگی و جوانی و همه چیه گوشتم برای فوتبال و ورزش الان نوبته شماست که اینو حفظش کنی حفظ کنی پرنسیب داشته باشی پیرن عوض نکنی بذارید همیشه تاش باقی بمونه باز هم یادآوری کنیم مردمی که بزرگان خود رو نشناسن بیگمان محکوم به کوچکی خواهند بود و تیمسار پرویز خسروانی یکی از بزرگان ماندگار در تاریخ ورزش ما به شمار می آید. هرچند که جمهوری اسلامی با وقاحت و کثافت ذاتی خود 37 سال است که با تمام وجود و فرومایگی هرچه بیشتر تلاش دارد تا نام بزرگان ایران برای جوانان امروز زنده نباشد و پیش از انقلاب اسلامی را به خاک بسپارد که به باور ما هرگز چنین نخواهد شد. در گذشت تیمسار پرویز خسروانی هیچ بازتابی در رسانه‌های جمهوری اسلامی نداشت و شرم بر آن رسانه‌هایی باد که آشنایی با خدمات کم نظیر خسروانی به ورزش ایران داشتند و قلم به مزدهای آنان دم فرو بستند. بدون شک در تاریخ ورزش ایران هیچ کس را نمی‌توان در سازندگی و کارهای زیربنایی در قد و قواره تیمسار پرویز خسروانی پیدا کرد. می‌ترسه از اینکه اسم خسروانی بیاره چون در هر صورت ورزشکارهای زمان خسروانی هنوز زندن، هنوز وجود دارن و هنوز میدونن که خسروانی چه خدمتی به ورزش کرده و اینها چون واقعا عقب افتادن و نمیدونن دارن چه کار میکنن طبیعی که از اسم خسروانی بترسن و حتی خبر درگذشتن اونجا ندن و این واقعا مایه تأسف تمام ورزش دوستان فکر میکنم حتی در خود ایران هم باشه. تیمسار خسروانی از هست و نیست خود برای ورزش ایران مایه گذاشت و برخلاف بسیاری که ورزش به نان و نوای رسیدن او ثروت و زمین‌های مادری خود را برای ورزش ایران وقف صد ساله کرد تا این امکانات کم نظیر برای نسل‌های بعدی نیز مثمر ثمر باشد. قبل از انقلاب سازمان فرهنگی ورزشی تاج دارای 5 باشگاه در تهران، 66 باشگاه در شهرستان‌ها و 2 باشگاه در خارج از کشور در ترکیه و قطر داشت و همینطور یک کلوب تنیس که در خاورمیانه کم نظیر بود. حالا بعد از 37 سال که از انقلاب می‌گذرد از این باشگاه فقط یک تیم فوتبال باقی مانده و با صدها میلیارد بدهی. در همین عکس می‌بینیم که روزگار بزرگی فوتبال ایران، ستاره بزرگ فوتبال دنیا و پرتغال یعنی اوزوبیا با تیم بنفیکا به ایران آمد و این گونه به تیمسار خسروانی ادای احترام می‌کند. حال باید ببینیم که در روزگار آدم‌های کوچک باید تماشاگر حضور حقیرها باشیم. تیمسار خسروانی به اندازه با ورزش ایران هم آغوش بوده و هست که زمان تولد باشگاه تاج با روز تولد این مرد وطن‌پرست همزمان گشته و هر سال در روز 4 مهر ماه تولد باشگاه تاج و سازنده آن برگزار می شود. پرواز ابدی تیمسار سپهبد پرویز خسروانی این انسان بزرگ و عاشق ایران را حضور خانواده گرامی خسروانی و اهالی راستین و اندیشمند ورزش ایران تسلیت می گوییم. روانش شاد، یادش پاینده. سپارم
خسته تو را می سپارم به میرای من.